گودرز وقتی اصرار بیژن رو شنید دلاوریش رو ستود، ولی هشدار داد: هومان بدکنش و پلیده، تو جوان و بی‌تجربه ای. من خودم یکی از دلاورای جنگ آزموده رو به نبرد با اون میفرستم. اما بیژن یک دنده بود و کوتاه نیومد، پس در جواب پدر بزرگ گفت: توی این جنگ نیروی جوانی لازمه و من هم. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان این فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 34 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن با قصه های شاهنامه آشنا بشن، و همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی بکنید، هر مقداری که صلاح دونستید. البته کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 34 لذت ببرید. ولی بیژن پیش پدر بزرگش گودرز دوید و گفت: پهلوان جهان، من دانش تو رو ندارم، اما در شگفتم که این کارزار رو گلستان کردی و دل از کینه تورانیا پاک کردی. چند روزه که صبر کردیم، من دیگه صبر و قرار و تحمل این خیرسری تورانیا رو ندارم. من آمادم که با دستور تو یک تنه به جنگ تورانیا کمر ببندم. تو به پدرم فرمان بده که زره و سلاح سیاوش رو برای این نبرد به من بده. گودرز وقتی اصرار بیژن رو شنید دلاوریش رو ستود، ولی هشدار داد: هومان بدکنش و پلیده، تو جوان و بی‌تجربه ای. من خودم یکی از دلاورای جنگ آزموده رو به نبرد با اون میفرستم. اما بیژن یک دنده بود و کوتاه نیومد، پس در جواب پدر بزرگ گفت: توی این جنگ نیروی جوانی لازمه و من هم بارها در میدون جنگ هنرنمایی کردم. من داد خودم رو پیش شهریار میبرم. گودرز شاد شد و با خنده به بیژن گفت: ای یک دنده، باشه، من کلید این جنگ رو به تو میسپارم تا به نام یزدان اهریمن رو نابود کنی. حالا به گیف میگم که زره سیاوش رو به تو بده. گیف که نمیخواست یگان فرزندش رو به میدون جنگ هومان بفرسته، از دادن زره خودداری کرد، اما گودرز پدرش دلداریش داد و گفت: بیژن جوان و جویای نام، نباید دلش رو بشکنی و از جنگ باز بداریش، که چون کاهلی پیش گیرد جوان، بماند تنش پست و تیره روان. گیف به هر تدبیری میخواست بیژن را از رفتن به این جنگ باز بداره، پس چاره‌ای کرد و گفت: من خودم پا به سن گذاشتم و روزگار سختی رو در این جنگ خواهم داشت، چرا باید زرهم رو به بیژن بدم؟ اگر این بچه جنگ جوه، چرا زره و سلاح منو میخواد؟ اما بیژن جسور و سرتق در جواب گفت: چون این گفت پیش پدر رزم ساز، که ما را به درع تو ناید نیاز، برانی که اندر جهان سر به سر، به درع تو جویند مردان هنر. چو درع سیاوش نباشد به جنگ، نجویند گردن کشان نام و ننگ. پس جوون جنگاور بیژن پهلوان به اسبش نشست و به سمت میدان نبرد تاخت. چو از پیش گودرز شد ناپدید، دل گیو زندوه او بردمید. پشیمان شد از درد دل خون گریست، نگر تا غم و مهر فرزند چیست. گیف که دید نمیتونه به هیچ طریقی جلوی بیژن رو بگیره، دلش مالامال از درد شد و با یزدان گفت: خدایا منو ببخش و بلا رو از جان بیژن دور کن، من دلش رو آزردم و باز هم جواب خواستش رو ندادم.
اگر آسیبی به بیژن برسه زره و سلاح به چه کار من میاد؟ پس گیو خودش رو با سرعت به بیژن رسوند و تلاش کرد که بیژن رو به شکیبایی در جنگ واداره. اما بیژن گفت: پدر، دلم را از کینه افراسیاب و توران خالی نکن. هومان که از آهن و فولاد نیست، اون مرد جنگ و منم جنگجو. اگر سرنوشتم هم کشته شدن در این جنگ باشه، ازش هیچ باکی ندارم. گیو حرفهای پسر رو که شنید از اسب پایین اومد و زره سیاوش رو تن پسر کرد و اون رو برای جنگ بدرقه کرد. بیژن به اسب نشست و شمشیر به دست به سمت سپاه توران حرکت کرد. های هومان، بیژن به نبردت اومده. تو که به دنبال جنگی بگو جای رزممون توی دشت و کوه باشه یا بین دو صف سپاه. هومان که فریادهای بیژن رو شنید چو بشنید، هومان بدو گفت: زره را به کینم تو بستی گره. زیزدان سپاس و بدویم پناه، کتا ورد پیشم بدین رزمگاه. بلشگر برانسان فرستمت باز، که گیو از تو ماند به گرم و گداز. بچه، مگه از جونت سیر شدی که به جنگ من اومدی؟ من سر تو رو هم مثل باقی دلاورای دودمانت به باد میدم و گیبو به عزاد میشونم. فقط افسوس که شب فرا رسیده و من باید به لشگرگاه هم برگردم. ولی باش تا فردا به نبردت بیام. های هومان، برو ولی بدون چو فردا بیایی به آوردگاه، نبیند تو را نیست شاه و سپاه. سرت را چنان دور مانم ز پای، که از آن پس به لشگر نیادت رای. سپیده صبح که سر زد، هومان جامی رزم پوشید و به نبرد بیژن رفت. یک نکته رو اینجای قصه بگم که در تمام این دیالوگ هایی که بین هومان و پهلوان های ایران برقرار شد، هومان با یه مترجم ایرانی حضور داشت که مترجم صحبت های هومان رو به ایرانی ها انتقال میداد. وقتی هم که بیژن برای رویارویی با هومان به پیش سپاه توران رفت، همراه خودش یک مترجم ترک رو برده بود. اما من برای اینکه ریتم رجزخانی این پهلوان‌ها رو از تب و تاب نندازم، اونجای نکته رو نگفتم. دو لشکر ایستاده، چشم انتظار رویارویی این دو جنگاور بودن. از سمت ایران هم بیژن کلاهخود خسروی به سر گذاشت و سوار به اسب پیش اومد و به هومان گفت: کی بادسار، ببر دیز من دوش سر، یاد دار. امید استم امروز کین تیغ من، سرت راز بون بکسلانت ز تن. هومان هم از سمت دیگه فریاد کشید: که امروز گیو بماند جگر خسته بر پور نیو. به چنگ منی در بسان تزرو، که بازش برد بر سر شاخ سر. اما دو سوار سوار اسب هاشون شدن و به سمت دشت تاختن. درون دشت نه یار و کمکی بود نه فریاد رسید. با هم پیمان کردن که هر کسی بر دیگری چیره شد، مترجمی که همراهشون هست رو بدون آسیب و گزند روونه کنه تا پیش دلشگر برگرد و نتیجه جنگ رو بگه. دو سوار بعد از پیمانی که بستن دست به کمان بردن و شروع به تیر انداختن کردن. کمانها چو بایست برساختند، به میدان تنگ اندرون تاختند. شب و راست گردان و پیچان انان، همان نیزه و آب داد سنان. زرهشان درآورد شد لخت لخت، نگر تا چرا روز برگشت و بخت. درگیری بین دو دلاور انقدر تنگا تنگ و شدید بود که تن و روشون پر از خون و لباس رزم به تنشون چاک شده بود. جنگ بین هومان و بیژن انقدر ادامه پیدا کرد که جز صدای تیغ های شمشیر که با هم برخورد می کرد و نفس زدن پهلوان ها صدای دیگه‌ای در دشت شنیده نمی شد. دهنشان همی از تبش مانده باز، به آب و به آسایش آمد نیاز. بالاخره دو جنگ جو زمانی رو از جنگ دست کشیدن تا آب بخورن و نفسی تازه کنن. اما نگاهشون به هم دوخته بود و هر کدوم فکر راهی برای پیروزی در این نبرد بودن. هومان فکر نمی کرد بیژن جوان و بی تجربه این چنین دلاوری باشه و هنر جنگیدن رو به این خوبی بدونه. بیژن هم تمام تلاشش رو می کرد که خستگی به صورتش ندوه و تمام فکرش پیروزی مقابل هومان و انتقام خون گودرزیانی بود
که به دست هومان کشته شده بودند. دو پهلوان دوباره به میدون نبرد برگشتند. سپر برگرفتند و شمشیر تیز برآمد خروشیدن رستخیز. چو برق درفشان که از تیر میغ همی آتش افروخت از هر دو تیغ. ز آهن بدان آهن آبدار نیامد به زخم اندرون تابدار. دو جنگجو وقتی دیدن شمشیر چاره این جنگ نیست، دست به گرز بردن و سعی کردن با گرز حریف رو به خاک بکشن. اما گرز هم چاره کار جنگ نشد. دو پهلوان تلاش می کردن تا با زور بازو کمربند حریف رو بگیرن و از اسب به پایین بکشن. همیدون نگشتند ز اسبان جدا، نبودند بر یکدیگر پادشاه. در آخر چاره کار رو در کشتی دیدن. همیشه هم بین دو جنگجوی نامدار کشتی بوده که نتیجه جنگ رو مشخص کرده. ز شبگیر تا سایی گسترد شید، دو خونی از انسان به بیم و امید. همی رزم جستند یک بادگر، یکی راز کینه نبرگشت سر. دهن خشک و غرق شده تن در آب، از آن رنج و تابیدن آفتاب. تشنگی و خستگی آنچنان به دو پهلوان چیره شد که با رخصت هم تصمیم گرفتن کمی آب بخورن و دوباره به مبارزه برگردن. بیژن با تنی آکنده از درد و خون با یزدان نیایش کرد. تن از درد لرزان چون از باد بید، دل از جان شیرین شده ناامید. به یزدان چون این گفت که ای کردگار، تو دانی نهان من و آشکار. اگر داد بینی همی جنگ ما، بر این کینه جستن بر آهنگ ما. ز من مگسل امروز توش مرا، نگهدار بیدار هوش مرا. پهلوان تورانی هم با تنی چاک چاک، جگر خسته هومان بیامد چو زاق. سیه گشت از درد رخ چون چراغ. دوباره دو جنگ جو روبروی هم قرار گرفتن. نبرد و کشتی گرفتنشون تا بالا اومدن خورشید ادامه پیدا کرد. همی زور کردین بران آن برین، گهین را به سودی گهان را زمین. زبیژن فزون بود هومان به زور، هنر عیب گردد چو برگشت هور. هومان نیرومندتر از بیژن بود، اما بخت یار هومان نبود. بیژن یک بار دیگه تلاش کرد سر و پای هومان رو به چنگ بیاره. بزد دست بیژن به سان پلنگ، ز سر تا میانش بیازید چنگ. گرفتش به چپ گردن و راست ران، خماورد پشت هیون گران. بیژن تا هومان رو به خاک کشید، مثل عقاب برآوردش از جای و بنهاد پست. سوی خنجر آورد چون باد دست. بیژن درنگ نکرد و سر از تن هومان جدا کرد. هومان به خاک غلطید، فرو برد و کردش سر از تن جدا. فکندش به سان یکی اژدها. به غلطید هومان به خاک اندرون، همه دشت شد سر به سر جوی خون. نگه کرد بیژن بدان پیل تن، بکنده چو سر به سهی بر چمن. شگفت آمدش سخت و برگشت از اوی، سوی کردگار جهان کرد روی. بیژن در شگفت بود که بالاخره تونسته بود این پیل پیکر جنگاور رو به خاک بکشه. رو به یزدان کرد و گفت: تویی تو که جز تو جهاندار نیست، خرد را بدین کار پیکار نیست. مرا زین هنر سر به سر بهره نیست، که با پیل کین جستنم زهره نیست. به کین سیاوش بریدمش سر، به 70 خون برادر پدر. بیژن سر هومان رو به زین اسب بست و به مترجم هم اطمینان داد که در امانه و میتونه به لشکرگاهش برگرده. اما گذرگاه بیژن برای برگشتن به سمت سپاه ایران از برابر لشکر عظیم توران بود و میدونست که اگر تورانیان نشانی از کشته شدن هومان ببینن، گروهی بهش میتازن. پس زره از تنش بیرون آورد و لباس هومان رو پوشید، بر اسب اون سوار شد و درفش سپاه توران رو به دست گرفت. دیدبان ترک از دور بیژن رو که دید، خیال کرد که هومانه،
پس بانگ بلندی سرداد که هومان پیروز جنگ شده. خروش شادی از سمت سپاه توران بلند شد. بیژن به سلامت از برابر سپاه توران گذشت و با سرعت اسب تاخت تا به لشکر ایران برسه. در همین لحظه مترجم هم به لشکر توران رسیده بود و خبر کشته شدن هومان رو به پیران داد و اون شادی تبدیل به یک عزای بزرگ شد. بیژن تا به نزدیک لشکر ایران رسید، درفش توران رو چاک چاک کرد و دیدبان ایران متوجه شد که این سوار بیژنه. خبر رو به سپهدار پیر گودرز رسوندن که 90 پیروز جنگ شده. گیب هم که تا اون لحظه از ترس جان بیژن به این سمت و اون سمت میرفت و پریشون بود، با این خبر فریاد شادی سرداد و دمان پیش فرزند بنهاد روی. چو چشمش به روی گرامی رسید، زهسبندر آمد چنان چون سزید. به غلطید و بنهاد بر خاک سر، همی آفرین خواند بر دادگر. پدر و پسر با هم پیش گودرز پیر اومدن. بیژن با دیدن پهلوان پیر از اسب پایین اومد و اسب و زره و سر هومان رو پیش گودرز برد. گودرز بی اندازه شاد شد و نوش رو به آغوش کشید. بعد هم به گنجور دستور داد تا لباس خسروانی به همراه 10 اسب زرین لگام به بیژن بدن. به هر میزان که در سپاه ایران شادی و سرور بود، در سمت دیگه میون سپاه توران خشم و غم و ماتم بود. پیران با دلی خسته از مرگ برادر، و زندو پیران برآورد خشم، دل از درد خسته پر از آب چشم. برای نستیهن پیغام نوشت که ای پهلوان نامور، حالا نوبت توه که به خونخواهی برادرمون هومان پا به میدون نبرد بذاری و با 10,000 سوار نامی به ایران شبیخون بزنی. به ایرانیان بر شبیخون کنی، زمین را به خون رود جیهون کنی. ببر 10,000 آزمود سوار، کمر بسته بر کینه و کارزار. مگر کینه هومان تو باز آوری، سر دشمنان را به گاز آوری. نستیهن هم در جواب برادر پیرش گفت چنانان چه گفتی کنم، که از خون زمین رود جیهون کنم. اما جنگ بین سپاهیان همیشه در روز شروع می شد، حالا اما در شب و سکوت دشت. دو بهره چو از تیر شب درگذشت، ز جوش سواران به جوشی دشت. اما در گرگ و میش سحر دیدبانهای ایرانی با سرعت خبر به گودرز رسوندن که سپاهی از گردان سیاه پوش به سمت اردوی ایران میاد. گودرز پهلوان پهلوانهای دیگر رو بیدار کرد و بیژن و گیب رو پراخوند و از اونها خواست تا با گزیده ای از یلان ایرانی به مقابله با تورانی ها برن. بیژن 1,000 سوار برگزیده رو برداشت و به سمت نستیهن تاخت. دو لشکر به هم آویختن و همه گرزها برکشیدن پاک. یکی ابر بست از بر تیر خاک، فرود آمد از کوه ابر سیاه، بپوشید دیدار توران سپاه. بیژن جوان دوباره هنر رزم رو به رخ تورانی ها کشید و شمشیرش رو مثل رعد میون سپاه توران به گردش در می آورد. اما نتیجه جنگ نستیهن و بیژن چی میشه؟ آیا بیژن دلاور میتونه بر این مبارزه هم مهر پیروزی بزنه و به انتقام از افراسیاب تورانی یک قدم نزدیکتر بشه؟ جواب این سوال در قسمت بعدی از سری جنگ های 12 رخه. پس اپیزود بعدی رو از دست ندید. این بود اپیزود 34 شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی یا انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. قسمت بعدی رو از دست ندید، چرا که تازه جنگ 12 رخ قرار شروع بشه. تا اپیزود بعدی
خدا نگهدارتون.